5 دی ماه در زندان خرم‌آباد 3 متهم به قاچاق مواد مخدر به نام‌های بهروز امیری، رحمان کاظم‌زاده و علی حسنوند اعدام شدند. این 3 زندانی روز قبل از اجرای حکم اعدام ویدیویی را ضبط و به خارج از زندان فرستادند. بسم الله الرحمن الرحیم. من محکوم به اعدام مواد مخدر هستم. الانم که دارم صحبت میکنم داخل زندان شهید لاجوردی خرم‌آباد هستم. اسمم رحمان کاظم‌زاده است. دقیقا 6 سال و 2 ماهه که من داخل زندان سنگرم به خاطر 3 کیلو مواد مخدر. 6 سال سعی کردیم توبه کنیم. بالاخره توبه کردیم. خداوند توبه پذیره. ما هم توبه کردیم. یه قدرت خدا بهمون داده که تونستیم 19 جلد خودی از قرآن رو حفظ کنیم. یه توانی بهمون داد که تونستیم یه قرآن رو کاملا کتابت کنیم به روش نسخ فارسی که تا الان تو ایران رخ نگرفته. خانواده شهید هم هستم. 2 نفر هم هستیم. ایشون هم همجور من هستن. ایشون هم خانواده جانباز هستن. ایشون هم قرآن حفظ کردن. الان هم که قرار به فردا شد ببرنمون اعدام کنن برای اجراییه. دوستان دوستانگلاب جندار هستم منم. دوستان دوستانگلاب جندار میگم. علی اکبر هستم. حتی آن هم از جندار هستن. علی سپه کردن از دردی همون اوگه یه ایمان کنه. بعد روز خانواده شهدا. جزا و مجین یا گود کجا دارم. باش دان زمین هستم. هر که مجنوزی نبوش رو بچنید. جانباز هستم. پایین هستم. ایشون هم یکم من دوستان استرسون فردا قرار اعلام کنن. یکم راحتی از سازه. ایشون هم خانواده جانگاز تشریف دارن. همجور من هم با هم گرفتنمون. جنسی هم به خانواده جانگاز تشریف دارن. بماند. کار خدا از ما یارم. من قسمت خدا میداریم. اما هیچ حرکتی، هیچ چیزی دست ما نبود. اما برشو دارن دارن در سال کنم. هوا این هم در سال کنم نکردن. اما به هر نحوی گفتن ما نشون مطمئن. هر چه رفیق میتونی کم بگرم. دو ماه بیگناه دادیم اینجا. ولی خب با اینا کاری نداریم. تونستیم اینجا توبه کنیم، به خدا نزدیک بشیم، قرآن حفظ کنیم، قرآن بنویسیم. حتی من سعی کردم نه به توبه ما، نه تمام این دوربینایی که تو این زندان هستن، ما داریم زیر این دوربینا زندگی میکنیم. تو این 5 سال نه خلافی مرتکب شدیم. هم میدونم هم نامه قرآن دارم رو پروندم، هم نامه حافظ قرآن دارم رو پروندم، همه چی رو پرونده. طوری هستش که رهبر برای من نامه داده، گفته بهش کمک کنید. مراجع تقلید گفتن باید بهش کمک کنید. اگه قانون میگه مرجع تقلید یا رهبر موقعی که گفت اعدام حرامه، ما نمیدونیم. نه جنایتکاریم، نه خلافیش نکرده. الان من بچه دارم، بچه‌م یتیم میشه، مادر پیری دارم. مطمئنن فردا اگه تشریف آوردید میبینید اول قبل از من مادرمو میذارن تو قبر. و کی باعث متلاشی شدن صدا خانواده منن؟ از نظر توبم به همون جوری که تو قرآن گفتن ان الله یحب التوابین، خود قاضیم، رئیس زندانم، همه میدونن که ما توبه کردیم. و جرمی که من مرتکب شدم، که هیچ جرمی مرتکب نشدم، حتی یک گرم مواد از من نگرفتن. 48 کیلو حشیش توی ماشین گرفتن. گفتم چون برادر خانم تو این ماشینه، تو اسکورت بودی، اسکورتیه، اینجور چیزی 5 سال، زیر 5 ساله. و تو خونه پدری من 700 گرم شیشه در آوردن، یعنی از نظر چیز 300 گرم هم زیر 1 کیلوه که اینا میگفتن تا 1 کیلو اعدام. برادر من اومده گفته جنس مال منه، قبول نمی کنن. اونا گفتن حشیش مال منه، قبول نکردن و همشونو واگذار کردن به قرآن. اونا گفته نمانه. تا این مدتی که ما تعمال هفت کردیم 6 سال و 2 ماه هیچ گونه خلاف جمع نه نوان جمع از در سامنه داخل زندان نداشتیم. این رئیس زندان میتونی تحقیق کنیم که هیچ گونه خلاف زندان تمرد از کارهایی که اینجا ضوابطش بوده ما نداشتیم. سعی کردیم تا جایی که در توان داشتیم سرمون رو بندازیم پایین، توبه کنیم و به خدا نزدیک بشیم. حالا فنا بر خدا. الان هم به خدا دل برم. خدا هم شاییم جانبا به مول مجرد شما علی اطمال از دلده شیستال دو ماهی زندان هم خودم نویچ مدرد و گناهی الان عرض بکشم. بعد از شیستال دو ماه میخوان صبح رو اجرا کنم. خانواده شهید هستم. خدا هم معلولم. هیچ سابقه ای نداشتم تا به حالا توی نه بیرون زندان نه تو زندان.
حافظ قرآنم و قرآن رو کتابت کردم. توبه هم کردم، هیچ مشکلی شکر خدا الان ندارم. به خاطر رضای خدا رو ما رحم کنید.